نوبتی هم باشه میرسیم سر وقت بحث فانکشن ها حالا فانکشن یا تابع که حالا بستگی به زبان برنامه نویسی داره اسمشو چی خطاب بکنن ما اینجا میگیم فانکشن داستانش چیه کلا ببینید بچه ها برای اون دوستان عزیزی که اطلاعی ندارن در خصوص فانکشن و عملکردش ارز میکنن فانکشن ها یک مجموعه کد رو دربر میگیرن که قرار عملیات مشابه و مرتبط به همی رو انجام بدن و ما به ازای اون عملیات مرتبط و حالا مشابه هم یه خروجی خاصی رو به ما ارائه کنن یا یه کار خاصی رو برای ما انجام بدن پس فانکشن ها مجموعی از کد های مرتبط با هم هستند که قرار یک کار خاصی رو برای ما انجام بدن بریم سر وقت که ببینیم نحوه تعریفشون به چه صورت هست من بیام اینجا این رو بریمیسم بگم فانکشن structure یعنی ساختار کلی فانکشنها به چه صورت هستش خب ببینید اول که کیورد فانکشن رو باید تایپ بکنیم و اسم فانکشن رو یعنی function name و حالا یه پرانتز و بسته المانهای ورودی که میخوایم به این فانکشن اختصاص بدیم که اسطلاح هم بهشون میگن آرگومان اینجا بهش میگن آرگومان آرگومانهای ورودی این رو بهش میدیم به چه صورت؟ اول دیتا تایپ یعنی نوع اون داده رو در از یا بهتر بگیم ورایبل تایپ خیلی بهتر اینطوری اول ورایبل تایپ یا نوع متغیر رو و بعد ورایبل نیم رو اینجا قرار میدیم حالا هر چند تا هم که باشن همین پشتشون قرار میدیم یعنی مثلا سه تا ورودی هم اگر فانکشن قرار باشه بگیره خب سه تا ورودی بهش میدیم صرفا اونجا با یه ویرگول از هم جدا می‌کنیم بعد از این باید مشخص کنیم سطح دسترسی این یا سطح مشاهده پذیری این به چه صورته پس میشه ویزیبیلیتی اصطلاحاً که سابقا راجبش صحبت کردیم که توی توابع گفتیم چهار مدل هستش پابلیک پرایوت اینترنال و اکسترنال در نهایتش بعد از مشخص کردن ویزیبیلیتی باید فانکشن تایپ رو بهش بگیم یعنی باید بگیم چه نوعی هست که حالا نوعش رو صحبت خواهیم کرد و بعدا توضیح کامل میدیم بعد که تابه مشخص شد نوعش از نوع چی هستش میایم و میتونیم به صورت آپشنال بچه دل خواهی. چیزی داریم تحت عنوان مودیفایر میتونیم مودیفایر رو توش به کار ببریم و در نهایت میتونه یک تابع خروجی داشته باشه یعنی یک کاری رو انجام بده و در نهایت یک خروجی به ما بده و اون هم آپشنال هستش ممکنه داشته باشیم ممکنه نداشته باشیم اگر خروجی میخواست بده اون تابع ریترنز رو می‌نویسیم یک پرانتز باز و بسته و حالا توی پرانتز مشخص میکنیم نوع داده خروجی چی هستش و اینجا قرار میدیم پس می‌نویسم return تایپ یعنی همون نوع داده که داره خارج میشه نوع متغیر بهتر بگیم نوع متغیری که خارج میشه مثل اینجا که گفتیم variable type یعنی نوع داده که از ورودی میگیریم اینجا هم داریم یا یعنی نوع داده که در خروجی قرار بیاد چی هستش در نهایت هم که یک آکولاد باز و بسته و درون این هم ما کودهایی که میخوایم رو می نویسیم. پس به این صورت هستش خب حالا بچه ها میام باز پایین تر و بررسی می که آقا ویزیبیلیتی رو که سابقا گفتم فانکشن تایپ های من چی ها میتونن باشن خب پس میام اینجا و میگم که فانکشن تایپس فانکشن تایپس انواع فانکشنمون به چه صورت هستن چهار مدل فانکشن داریم بچه ها پلن. یعنی بعضی میگن سه تا ولی برای اینکه راحت تر و بهتر درکش بکنیم و کامل تر باشه بحثمون میگیم چهار تا هستن یا از نوع ویو هستن یا از نوع پیور هستن یا از نوع پیبل هستن و یا از نوع نان پیبل یکی از این چهار تا هستن و از بین اینا خارج نیستش فرقی دیگه نمیکنه حالا چی باشه کلا همین چهار تا هستن اگرم بخوایم ترتیبش هم بهتر بکنیم به نظرم این نان پیبلو رو میارم بالا و بعد ویو بهتر پیبل رو هم بیارم بالا اینطوری به نظرم بهتره یک این دو اینجوری تفکیکمون قشنگ میشه پس این چهار دسته شد انواع فانکشن هامون پیبل نان پیبل ویو و پیور این کلا چهار تا دسته ای هستش که داریم حالا هر کدوم از این فانکشن تایپ ها بچه ها چی هستش اول من توضیح میدم که بعدا میریم سر وقت اجرا کردن و دیدن که چجوری داستان این مسئله پیبل چیه؟ اگر فانکشنی تایپش یعنی تو اون قسمت تایپ که مشخص کردم تو این فانکشن تایپ نوشته شده بود پیبل به این معنیه که اون تابع توانای دریافت وجه رو داره اون وجه هم کوین بومی شبکه است پس توانایی دریافت کوین بومی شبکه مثلا کوین بومی اتریوم بچه ها اتر هستش یا مثلا کوین بومی اسمارت چین بایننس بی سی هستش یا به فرض مثال روی پالیگان متیک هستش و حالا انواع اقسام شبکه های دیگه پس میشه توانایی دریافت کوین بومی شبکه حالا اگر یک فانکشنی از نوع نان بود چه جوریه؟ خب یه نکته اینجا هست نان پیبل ها بچا ها نوشته نمیشن خب اما اگر پیبل نباشه به معنی این هستش که اون فانکشن نان پیبله پس دقت داشته باشید واژه نان پیبل توی فانکشن ها نوشته نمیشه فقط و فقط به عنوان یک مفهومی هستش که اگر پیبل نبود پس از نوع غیر پیبل یا همون نان پیبل هستش چی کار میکنه؟ این توانا فانکشن یه توانای دریافت وجه نداره خب همونطوری که از اسمش هم مشخصه پیبل یعنی قابل واریز مثلا قابل دریافت وچ و این داستان ها نان پیبل خب عکس این عمل هستش پس توانایی دریافت وچ نداره اما از طرفی میتونه رید یا رایت البته بهتره بگیم و رید و رایت رو انجام بده رو انجام بده کجا انجام بده روی استیت شبکه یا روی اسلات های حافظه اسمارت کانترکت ما میتونه رید و رایت رو انجام بده خب میریم سر وقت نوع بعدی که داریم تحت عنوان ویو فانکشن ها اگر به صورت ویو تعریف بشن یعنی به جای این فانکشن تایپ عبارت ویو نوشته بشه به این معنیه که این فانکشن میتونه یک مقداری رو از روی چین یا از روی همون استوریج کانترکت بخونه پس توانایی توانایی خواندن از روی بلاک چین یا استوریج پس اگر یک فانکشن ویو تعریف کردیم یعنی آقا این فانکشن میتواند از روی بلاک چین اطلاعاتی رو بخونه از روی کجا هم هستش از روی اسلات های حافظمون هست از روی استوریج اسمارت کانترکتمون هست حالا پیور چیه به عنوان آخرین نوع تابعمون اگر یک تابعی رو اومدیم به عنوان پیور تعریف کردیم یعنی این تابع نمیتونه بنویسه روی بلاک چین روی استوریج کانترکت نه ازش بخونه. شاید یکم گیج کننده باشه اول که میگیم نمیتونه بنویسه نمیتونه بخونه پس چیکار میتونه بکنه؟ خب خیلی ساده است. عموما برای محاسبه کردنه فرزن یه میخوای یه حساب کتابی رو انجام بدی و یه خروجی رو بعدا مثلا بهت برگردونه اما قرار نیستش اون خروجی روی فرضن بلاکچین نوشته بشه مستقیما یا قرار نیست داده ای رو از روی بلاکچین بخونه اصلا. صرفا مثلا یه فانکشنی می نویسیم دو تا عدد و فرزن با هم جمع می کنیم و خروجش رو میدیم به یه تابع دیگه حالا اون تابع دیگه ممکنه تو خودش بخواد استیت رو آپدیت بکنه یعنی یه چیزی رو توی استیت ما تو وضعیت بلاکچین ما بنویسه خب پس نه از بلاکچین میخواند و و نه روی بلاکچین می نویسد اوکی می نویسد به این صورت پس این هم انواع توابعی هستش که ما میتونیم داشته باشیم خب یه نمونه هم اینجا ما صحبت بکنیم بچه ها که آشنا بشیم باهاش به صورت کلی بعد تفکیکی من میام توی هر بخشی دیگه یه مدلی رو پیاده سازی میکنم حالا مسائلی که نیاز داشته باشیم صحبت میکنم راجبشون و میریم جلوتر فرزن تا الان هم دیدیم که اومدیم به فرض مثال میگفتیم که آقا یوینت پابلیک مثلا نامبر مساوی ده بود فرزن اگه خاطرتون باشه حالا مثلا مشابه اینو درست میکردیم حالا میام اینجا میگم آقا فانکشن مثلا میخوام مقدار این رو آپدیت بکنم یعنی مقدار ده رو تغییر بدم به هر مقداری که دوست داشتم مثلا مقدارش رو بکنم 20 میگم فانکشن آپدیت نامبر و اینجا به فرض هم. مثال میگم پابلیکه حالا این مدل رو من بعدا صحبت میکنم نامبر رو لطفا شما بیا آپدیت کن مقدارش رو به جایش بذار 20 یعنی ساده ترین مدل فانکشنی که میتونستم بنویسم رو الان نوشتم این فانکشن میاد مقدار نامبر رو آپدیت میکنه یا به روز رسانی میکنه تغییرش میده از مقدار 10 به 20 بریم یه دیپلوی هم. ازش بگیریم این دیپلوی خب حالا نامبر اول ببین 10 فانکشن آپدیت نامبر رو که بزنم و دوباره نامبر رو کلیک کنم مقدارش آپدیت شد و شد 20 خب به همین صورت خیلی راحت من میتونم یه دونه فانکشن رو بیام تعریف کنم حالا تو جلسه های دیگه میبینیم که انواع و اقسام فانکشن هایی که بخوام تعریف بکنیم چه جوری هستش